استان قم در جمع تولید کنندگان خودروی کشور، شرکت سروش دیزل مبنا با تولید خودروهای نیمه سنگین، استان قم را در جمع تولید کنندگان خودروی کشور قرار داد. کامیون‌های سبک 6 تن و 8 تن، کامیون‌های تاکتیکی 4 در 4، کامیون کشنده، مینیبوس ون و مینیبوس 16 نفره. این شرکت گام‌هایی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته و 25% ملزومات را از داخل کشور تأمین می‌کند. رینگ، لاستیک، صندلی، آینه‌های جانبی، مجموعه هواکش، گلیرا، سپر جلو عقب، بود داشبورد، تهیه ساخت داخل. قطعاتی با کیفیت کاملا برابر با آنچه در کشور کره تولید می‌شود. با توجه به اینکه از کره داره وارد میشه، همه رصد و کنترل میشه از نظر سلامت، صحت. بحث کنترل حین تولید رو داریم رصد می‌کنیم. همه ایستگاه‌ها بر اساس چک‌لیست‌هایی که موجود هست. بر این اساس نخستین محموله صادراتی به کشور عراق آماده ی ارسال شده. ما حدود 500 دستگاه قرارداد صادراتی با مجموعه شرکت‌هایی که خدمات شهری توی عراق دارن انجام میدن که سرجم قرارداد ما یه چیزی حدود 16 میلیون دلاره. این شرکت توانسته با ایجاد 160 شغل مستقیم و 200 شغل غیر مستقیم نیز در جهت حل مشکل بیکاری استان هم گام بردارد. یه سری از بچهای بالاخره این منطقه بیکار بودن، مشغول به کار شدن. بالاخره برای چرخه اقتصاد برای مملکتمون خوبه. ایجاد دفاتر خدمات پس از فروش نیز از دیگر اقدامات این شرکت در جهت خودکفایی بوده است. برای امکان خدمات پس از فروش هم در قم الان امکان پذیر هست و سرویس های لازم داده میشه. با توجه به این مهم، شرکت های داخلی هم از محصولات این شرکت برای نوسازی ناوگان خود بهره میبرند. 500 دستگاه تفاهم نامه با سازمان راهداری کل کشور امضا کردیم. طرح توسعه این شرکت بر اساس پروانه صادره تولید 20 نوع محصول است که سال آینده اجرا میشود. تولید سالانه این شرکت 3600 دستگاه است که 70% آن در داخل کشور به فروش میرسد و 30% آن ویژه صادرات است. محمد شاکری، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان.